به نام آنکه او پروردگار است، زمین و آسمان از او قرار است. سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، خوش آمدید به امروز 19 تیر ماه. این بخش از خبرهامون نه تنها یک خبر بلکه یک اتفاق ویژه توی فضای مجازی هستش. همراه من باشین چند لحظه که ببینید جریان از چه قراره. نمایش توان اطلاعاتی و اشراف امنیتی در ایران که در سریال گاندو به نمایش در اومد و موجی از جفسازی‌های شبکه‌های فارسی زبان لندن و نیویورک نشین رو به همراه داشت، حالا پخش خبر زندان‌های لاکچری در اوین فرصتی برای شبکه من و تو، یا بهتر بگم شبکه خودشون و اونا، به وجود آورد تا با باز نشر این خبر شاید عقیده خودشون تونسته باشند از ابهت دستگاه امنیتی و قضایی کشور بکاهند. اما غافل از این که این بار هم تو تور بودن. چرا بخش این خبر از شبکه مردم خبر براشون مهم بود؟ اونم در حالی که پیش از ما چند روزنامه و سایت خبری بهش پرداخته بودن. چراش بمونه برای آخر خبر؟ اما روز شنبه در حالی این خبر پخش شد که مورد توجه بسیاری از کانال‌های ارتباطی و صفحات مجازی هم قرار گرفت. شبکه ما هم اون رو توی خروجی یوتیوب و آپارات خودش قرار داد، بدون اینکه روی اپلیکیشن و سایت مردم خبر قرار بگیره. اما واقعیت این که همونطور که جیسون رضاییان سوخت، شبکه من و تو هم این بار تو تور تبلیغاتی گیر کرد. البته این مدل بازی های رسانه‌ای خوردن از یک شبکه‌ای که با عنوان MI6 و غیره و غیره کار میکنه بعید به نظر میرسه، اما مثل اینکه شکستن هیچ بعیدی هم بعید نیست. البته میتونم اینو بگم که من و تو به تور ما خوش اومدید. شبکه من و تو با بارگذاری این خبر توی اینستاگرام خودش تا لحظه ای که الان من این خبر رو دارم میخونم حدود 1 میلیون بازدید کننده داشته و سعی کرده نظر منفی کاربرها رو به خودش جلب کنه. تصویرسازی غلط و منفی و القای فضایی ناامید کننده رمز عملیات روانی دشمنه که رسانه‌های نظام سلطه با هدف تغییر جهت افکار عمومی در ایران دنبال می‌کنند. هرچند نمیتوان وجود مشکلات رو کتمان کرد یا نادیده گرفت، با این حال شرایط جمهوری اسلامی ایران اونگونه که از سوی دشمنان تبلیغ میشه نیست و دشمن با جنگ رسانه‌ای و روانی خودش شرایط رو تیره و تار و آینده رو نافرجام نشون میده. بر این اساس تصویرسازی غلط از جمهوری اسلامی ایران یکی از برنامه‌هایی هستش که در دستور کار رسانه‌های نظام سلطه قرار گرفته و به شدت در حال مسموم کردن ذهن افکار عمومی و داخلی هستش. من مرجان صادق زاده، مجری شبکه اینترنتی مردم خبر ایران تهران و اینجا استودیو پارسا. تا گاف بعدی من و تو، خدا نگهدار.